خداوند شبان من است محتاج به هیچیزی نخواهم بود تا عبد در خانه خداوند سکن خواهم بود ساکن خواهم بود سلام سلام میکنم به شما خانواده هفت به شما عزیزانم امدارم هر جایی که هستین خوب و خوش باشین یک سه شنبه دیگه به صورت زنده توی خونه‌های شما هستیم و من خیلی خوشحالم چون هر سه که میاد یک فرصت جدیدی که از خداوند یاد بگیریم البته هر روز باید از خداوند یاد بگیریم ولی به طور مخصوص سه ها خداوند کارهای قشنگی انجام میده افرادی رو میفرسته اینجا توی استدیو ما که همیشه یک پیغام خاص از خود خداوند برای تک تک ماها دارن و مطمئنم امشب هم خداوند از طریق این دو عزیزی که توی استودیو با ما نشستن با شما صحبت خواهند کرد میخوام اول از خودشون بشنویم خودشون رو برای ما معرفی کنن و بعد من یه پیغامی دارم یه چیز کوچیکی بگم راجع به که از کجا اومدن ولی بذارید اول خودشون معرفی کنن Hi Sam. Hi. I'm Jen. I'm from a little town in Texas and I'm a pastor's wife. Good. And I am so pleased to have the opportunity to be here today to be able to just share God's amazing love mm -hmm. with women سلام من از یه شهر کوچیکی به نام نیو برانسفیل اومدم که در تگزاس هستش. همچنین من همسر یک کیشیش هستم و امروز خیلی خوشحالم که خداوند این فرصت رو من فراهم کرده تا بتونم با خانمای عزیز صحبت بکنم. اش شما بشنوید. های، آی ام سیزی اند ایم also from New Braunfels. ام آی مادر of 6 children. من سوزی هستش مادر شش فرزند و منم از همون شهری که ایشون هستم اینجا در خدمت شما هستم و خیلی خوشحالم که میتونم عشق خدا رو با شما در میون بگذارم خب عزیزان از همونجوری گفتن یه شهری در تگزاس اومدن با یه گروهی از جوانان اومدن اینجا چهار ساعت رانندگی کردن که بیان عشق خدا رو با ما در میون بگذارن و خیلی جالبه هر باری که ما یه مهمونی داریم اینجا مثل شما عزیزانی که الان در کنار ما هستین هر باری که یه مهمونی داریم خیلی قشنگه که میبینم خدا یه پیغام خاصی انگار واسه همه ما آماده کرده <laughs> که از طریق مهمونامون بشنویم و میدونم امروز به طور مخصوص واسه خانم جوون پیغام خواهیم داد چون خدمت شما با خانمها هستش میخوام از خدمتتون برامون بگیم Uh, well, we both uh, have worked with a ministry in our town that is ministering especially to women who are in um, unplanned pregnancies. So in other words they have um, become pregnant, they're not married, they're in a crisis. Mm -hmm. Mm -hmm. <coughs> و توی مشکلاتی هستند که بدون اینکه خودشون بخوان بدون اینکه بخوان بارداری که یا حتی آماده باشن حامله میشن و بچه دار میشن and um we also um find it important to educate them about um many health issues but also we speak to them about how much god loves them and how jesus came and died for their sins and mm. wants to Their hearts with hope. Mm -hmm. و همچنین باشون راجع به مشکلات در واقع پزشکی که پیش میاد صحبت می کنیم و در در واقع در نهایت هدف ما اینه که با محبت خدا آشنا بشن. Mm -hmm. خب خیلی هم عالی میخوام خوام بیشتر ازتون امروز بشنویم از اینکه خب چه کار باید کرد حالا یک کسی حالا هستش که توی این شرایط قرار گرفته از الان به بعد بعد چیکار کنه و از قبلش هم چه جوری پیشگیری بشه چه کار بعد بکنیم از اون مشکلات پزشکیش که امروز با ما صحبت کردن کرد بزاری اینو برامون بیشتر باز کنید امم um, آی think the most important thing that we can offer these women is to show them that there is hope mm -hmm. they often feel very hopeless و mm -hmm. از کاری که بعد انجام بدیم اینه که امیدی هستش و امید وجود داره چون که خیلی وقتا بعد از این اتفاقات آدم امیدش از دست میده um, mm -hmm. um, um, mm -hmm. و یعنی که بدونن که تنها نیستن و خداوند همیشه برای مو فراهم میکنه و جواب دعاها رو میده اگه واقعا با تمام دل دعا بکنیم <applause> خیلی قشنگ گفتی خدا همیشه جواب دعاها رو میده اگه واقعا دعا بکنیم یکی <applause> از فکر میکنم اولین چیزی که باید بدونیم اینه که خدا جواب داره برامون خیلی وقتا چون که انقدر فشار میاد رو آدم انقدر این فشارا و دردها سنگین میشه که دیگه فکر میکنیم تنهاییم و نیست اطرافیانم چون که ترک میکنن دیگه فکر میکنیم خدا هم ترک کرده ولی در واقعا اینجوری نیست خدا همیشه بوده با همون و همیشه هم هستش نه؟ <applause> right absolutely yes absolutely mm -hmm. and that's what we want to communicate that even if you do feel that you're alone mm -hmm. um, god will never leave you right. mm -hmm. god has an amazing way of taking what is bad and turning it into something mm -hmm. good mm -hmm. <laughs> و اون چیزی رو که شیطان برای بدی تو خواسته خدا برای خوبی تو خیرت تو به کار میبره mm -hmm. میشین چند تا مثال برامون بزنید از کسایی که باشون کار کردین جایی که رفتین مم. Mm -hmm. کاری که انجام دادین و um, There have been so many <laughs> um, I can think of a young lady that was just searching for love in so many of the wrong places She had Not a very good family life. And um, she would come to the center and we would just meet together and talk and pray. Um, of course, we wanted to try to educate her about um, the choices she was making and how they could have some bad, healthful consequences. But we also um, spoke a lot to her again and prayed with her about how much God loved her and had a plan um, and how she could um, start to make better choices. For herself. Uh, برای مثال یه خانم جوانی بودن که خب خیلی انتخابات اشتباهی رو کرده بودن و ما شروع کردیم برای صحبت کردن از محبت خدا و اینکه چقدر میتونه انتخابات درستی بکنه و حتی برای آیندهش تصمیم های درست رو بگیره <applause> به خاطر اینکه اتفاقاتی که توی خانوادهشون افتاده بود و در اون خانواده ای که بزرگ شده بود یه خانواده شکسته بوده خب اینشون هم چیز بهتری رو بلد نبوده و همیشه انتخابات اشتباه رو کرده و به سمت اشتباه رفته. توی ایران فقط بخاطر این من اینو براتون توضیح بدم خیلی جوون ها خب مثل همه جای دنیا فکر میکنم دنبال محبتن یعنی همه انسان ها به دنبال محبت میگردن فکر نمی کنم هیچ کسی از ماها باشه که بگه من محبت نمیخوام نه همه ما به دنبال محبتیم و متاسفانه به خاطر این خواسته که توی جاهای اشتباه دنبالش میگردیم نهایتا به این پشیمونی ها میرسه درسته شما به عنوان دو تا خانم که میدونم تجربه هم زیاد دارین تعداد فرزنداتون هم زیاده برای خانم های جوان که الان دارن این برنامه نگاه میکنن و اون محبت رو درون از درونشون میخوان از تمام وجود اون به اون محبت احتیاج دارن چه نکته ای دارین چه کلیدی دارین که بهشون امروز بدین چطور بتونن فرق این محبت واقعی رو با محبتی که نهایتاً به اون جای اشتباه ختم میشه رو متوجه بشن Mm -hmm. um, I think the most important thing is that they understand that they are valued by God. Yes. Um, yes. You know, when you think that the Creator of the universe made you and loves you mm -hmm. with an everlasting love, that changes yes. you. Yes. Yes. خالق آسمان و زمین شما رو دوست داره و به شما اهمیت میده اصلا این کاملا زندگی ها رو تبدیل میکنه و هیچ راه دیگه نداری بدون اینکه که بتونی عاشقانه او رو به پرستی و محبت خدا رو درک بکنی. خیلی نکته قشنگی بود شما هم چیزی میخوای اضافه کنی؟ um, I, I just had placed on my heart the verse from John 3.16 For God so loved the world that he gave his only begotten son That whoever would believe in him will be saved and the, the first part means so much because it's about how much god loves us mm -hmm. like what jen said is he's the creator and he made you and he loves you and he values you you have so much value in his eyes yes. and if you could just see how much you are valued through your creator's eyes um, and how much he gave up to save you because he loves you so much میخوام از اون آیه ای که الان خود تو قلبم گذاشته بگم از یوحنا 16 میگه زیرا خدا جهان را انقدر محبت نمود که فرزند یگانه خود را داد تا هر بر او ایمان آورد حلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد همونطور که جن عزیز گفتن وقتی میدونی که خدا انقدر دوستت داره و اول آیه میگه زیرا خدا جهان را انقدر محبت نمود وقتی این رو بدونی زندگیت رو عوض میکنه حتی دیدت رو به زندگی عوض میکنه و تصمیماتی رو که میخوای بگیری عوض میکنه و من میخوام اینم اضافه بکنم اینجا این اونم این هستش که خداوند توی در واقع پیدایش میخونیم که میگه خداوند قبل از اینکه به دنیا بیای تو رو میشناخت و برای تو نقشه داشته وقتی اینو میدونی که خدا از قبل از اینکه حتی به دنیا بیای توی رحم مادرت باشی خدا برای تو نقشه داشته اگر کسی این آیر بدونه فکر نمی کنم بخواد بره دنبال نقشه جاهای دیگه بگرده نه میره دنبال اون نقش اصلیه <applause> هیچ کس نمیخواد بره یه نقشه تقلبی رو نگاه بکنه بلکه میخواد اون نقشه اصلی رو که از خود خالق آسمان <applause> و زمین <applause> به تو داده شده برای تو و خیلی هم جالبه برای هر شخصی فرق می‌کنه نه خیلی قشنگه برای شما یه چیزه برای من. من یه چیزه واسه شما هم یه چیز دیگه است وقتی این نقشه رو بدونی اون موقع دیگه نمیذاری این جاده خاکی ها، این راه های فرعی تو رو حواست تو رو پرت کنه اگه حواستم پرت کرد میدونی که این جنسش جنس نقشه هستی نیست برمیگردی دوره میای تو نقشه اصلی قرار میگیری و میخوام اینو بهتون بگم یه چیزی رو میخوام براتون باز بکنم اونم این هستش که امروزه توی ایران یه چیزی مد شده متاسفانه به نام ازدواج سفید و ازدواج سفید یعنی اینکه در واقع یه دختر و پسر میگن ما چون که میخوایم بیشتر همدیگر رو بشناسیم میرن توی خونه زیر یه سخف با همدیگه زندگی میکنن میگن حالا ببینیم واقعا من اون شخص رو دوستش دارم یا نه م. اگه دوستش داشتم حالا ازدواج هم میکنیم و 90 درصد مواقع ازدواج هم نمیکنن اون وسط یه بچه دو تا بچه م. هم به وجود میاد و و نهایتا اون عشق واقعی یا اصلی چون که نبوده از همدیگه هم جدا میشن و مشکلات پس از مشکلات بر از مشکلات هم روی م. خودشون هم روی اطرافیانشون و در نهایت رو اون بچه که به دنیا اومده و نمیخوام الان روی کسی فشار بیاریم یعنی نمیخوایم مثلا کسی رو کاندم بکنیم یعنی که مثلا بخوایم روتون در واقع <applause> چجوری بگم بگم اون فشار بزنم روت و بخوام تو محکومت بکنم بلکه امروز میخوام بگم راه درستی هم هست اگر این اتفاق افتاده باز برای تو هم راهی هست چون خدا هنوز دوستت داره ولی قبل از اینکه اتفاق بیفته <applause> میخوام صحبت بکنیم الان و برای کسی که اتفاق افتادن بعدا صحبت خواهیم کرد اما الان اون کسی که داره با خودش حتی این فکر رو میکنه تو ذهنش میگه خب مثلا این پسر توی زندگی من هست اون میگه اون دختر توی زندگی من هست بریم یه جایی هم بگیریم حالا با هم زندگی بکنیم بر اونا چی داریم بگیم؟ Well, to me that, that is not God's plan for mm -hmm. you and it's a destructive plan and when you think about it, it's selfish mm -hmm. because if that person wants to try you out first, they're not thinking about you, they're thinking about themselves. من اینو میخوام بهتون بگم که این نقشه خدا نیست و یک کار بسیار خودخواهان است. چون که اگه کسی بخواد شما رو بخواد بیاد حالا امتحان بکنه

خواسته های تو بز مهمتر از خواسته های او خواهد بود. Mm -hmm. چه نکته قشنگی گفتیم. خیلی قشنگ بود و اینو میخوام خوب mm -hmm. گوش کنید <laughs> well, thing. mm -hmm. if things are difficult or if things are wonderful and easy, I'm there with you. um, and not to have like Jen said, a trial run because there are going to be good times and bad times. but no matter what, the commitment that two people have as God had planned um, will get you through and you'll make it as a team and you'll work together um, to make it happen. ولی اون عهد رو که باید با هم بهبندین اون یه, سری، یه چیز بسیار مهم هستش. وقتی دو نفر با هم ازدواج میکنن میگن توی سختی ها توی خوبی ها توی مریزی ها تو شادی ها در کنار هم خواهیم بود یعنی به همدیگه اتحاد تعهد میده این تعهد رو به همدیگه میدن نه اینکه حالا بیایم توی دوران قرار بگیریم که امتحان بکنیم که اگر شد حالا به هم اون تعهد رو بدیم پس باید مطمئن بشن دو نفر که حاضرن خواسته همدیگه رو جلو قرار بدن و به همدیگه اون تعهد رو بدن بله I think that's a, also a very big problem in the United States yes, because yes. we see these young girls that have decided to go and live with somebody and then that person leaves them, and oftentimes they have a baby to care for now. Mm -hmm. Mm -hmm. And they feel abandoned. and they feel alone mm -hmm. and they uh, feel they're despairing they have no hope mm -hmm. but what we want to show them is that Jesus can bring them out of that place that dark place mm -hmm. and give them hope and give mm -hmm. them a future ولی و اون احساس تنهایی رو خلاه میکنن و در نهایت اتفاقی که میفته فکر میکنن توی جای تاریک هستن ولی میخوام بهتون بگیم که ایسای مسیح امید به شما میده و با اون امید میتونی از اون خارج بشیم Um, well and i just want to I, I like visuals if um, when you enter into a relationship especially when it becomes sexual or physical um, it's like putting a piece of tape mm -hmm. um, on a piece of paper and then if if there's a breakup because you think it wasn't meant to be or it didn't work out and you pull that tape off some mm -hmm. of the paper sticks to the tape and so there's a part of you that's that's going to be broken that's going to be given away it's just how we're made we're not made to just keep having that tape pulled off from somebody and so there's pain and and that's not what god intended god did not mm -hmm. intend for us to have a lot of those relationships he meant it to be one special relationship mm -hmm. <laughs> یه مثال بزنم که بتونید تصویر رو داشته باشین توی فکر خودتون وقتی یه چسب رو به یه کاغذ میزنی و اون چسب رو میکنی هر باری که این چسب رو از رو کاغذ میکنی یه تیکه از اون کاغذه به اون چسب باهاش میاد بالا و بهش میچسبه و میمونه رابطه ها هم مخصوصا وقتی که رابطه ها رابطه جسمی میشه و اون تمام وجودت رو برای همدیگه میذاره انگار یه تیکه از تو رو و اون شخص ولت میکنه میره یه تیکه از تو رو گرفته برای خودش و رفته و خدا هیچ وقت نخواسته که ما این شکلی زندگی بکنیم هیچ وقت این نقشه خدا برای ما نبوده که یه نفر بیاد هر نفر بیاد یه رو بکنه با خودش ببره بلکه خدا برای ما خواسته که این رابطه خوب باشه من یه مثال براتون بزنم وقتی بچه بودم توی سن دبیرستان بودم و اینا رفتم یه شب کلیسا شب ولنتاینز دی بودش م. و توی اون شب ولنتاینز کلیسا رفتیم اینو مثال قبلا تلویزیونم زدم ولی خیلی تو من همیشه موند یه تئاتر رو بازی کردن بچه کلیسا که خیلی تو ذهن من مون اونم این بود که یه دختر جوان بود یه دونه جعبه شیرینی داشت که به شکل یه قلب بود و توش تیکه تیکه شیرینی بودش و پسرا میمدن وای سلام علیک میکردن بهش محبت میکردن اون پسر میاد یه تیکه از اون شیرینی اون ور میداشت گفت چقدر خوشمزه است و شروع میکرد خوردن و اینا با هم میگفتن میخندیدن و میذاش میرفت پسره چون که دیگه خسته شد مهم. از اون مزه شیرینی زده شد گفت دیگه من دیگه بیشتر از این نمیخوام مهم. و پسر دوم اومد پسر سوم چهارم تا جایی که دیگه اون قلب هیچی براش نموده بود و خوش شده بود مهم. هیچی خالی بود توش و پر از غم و درد بود مهم. تا اینکه یه پسری اومد و به جای که از اون شیرینی برداره دستش رو گرفت و برش به کلیسا و توی کلیسا دوباره خدا این قلب ها رو این شیرینی رو برگردون سر جای اولش و یه دونه جعبه کامل شده بود. Mm. Uh, yes. و کار خدا همینه. Yes. شیطان میاد بدزده yeah. و از بین ببره و نابود right. بکنه. Right. ولی کار خدا اینه که اون ق... اون جاهای تیکه پاره رو دوباره mm -hmm. به هم بر میگرم و مثل روز اولش میکنه yeah, و فکر کنم این خدا بر همه میخواد غیر از اینه؟ mm -hmm. yeah. Yeah, absolutely. absolutely. And and that's that's such an important point to know that that even it's never too late. It's never too late to stop. And, and know that you can be made whole and, and start on the right path. And know that there is that really special relationship out there for you. You don't need to keep trying to find different ones. Mm -hmm. but, but don't feel like you're damaged goods mm -hmm. because God makes you whole. Mm -hmm. And um, there is hope. There's hope through Jesus. Mm -hmm. <laughs> که در مسیح امید هست و این که همه همین الان هم میشه این رو جلوش رو گرفت و میتونی از این تاریکی آدم بیرون بیاد و بدونیم که در مسیح میتونیم با امید زندگی بکنیم و میتونیم در مسیح زندگی هامون رو عوض بکنیم و در اون در واقع مسیر زندگی بکنیم و قدم بزنیم همیشه امید رو میتونی در خود خداوند پیدا بکنیم این وقت دیر نیست برای هیچ کس دیر نیست خداوند اومد اصلا کارش این بود اومد و رفت روی صلیب که هر کی بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد و به اینو بهتون میگم قسمتش رو زمین تجربه میکنی چون در این ارتباط با خدا قرار میگیری و در تا ابد در تخت پادشاه در کنار عیسی مسیح زندگی میکنیم چقدر قشنگه و اصلا دلیلی که این شبکه وجود داره ببخشید دلیلی که شما الان دارین برام نگاه میکنین این هستش که خدا خواسته امشب نگاه بکنی. خدا خواسته این اتفاقی نیست خدا قلب شکستت رو دید دو تا خواهر عزیز من رو اوورد اینجا که خدمتشون همینه و الان دارم با شما صحبت میکنن خدا تو قلبشون گذاشت که اینو به شما بگن که شما هم اینو آشنا بشی <applause> فکر نکن اینجا داریم فیلم بازی میکنن حالا درست دوربین هست چراغ هست ولی تمام نتیجه و اینا از کلام خدا داریم صحبت میکنیم و کلام خدا میاد تا زندگی ها رو تبدیل بسازد کلام خدا میاد تا از ایمان به ایمان ما رو جلو ببره و از هر شکستگی رو دوباره برگردون به, به حالت اولش اگر امشب ناامید شدی از همه از تمام دوستات آشنای اطرافیان اتفاقا جای خوبیه وقت خوبی الان مم. اگر دیگه فکر میکنی دیگه هیچ کسی نیست که بتونی بهش اعتماد بکنی اتفاقا الان وقت خوبیه مم. که اعتماد بکنی مم. به خداوند مم. تو که همه چیز رو امتحان کردی یه بارم به خدا اعتماد بکن تو که همه مم. چیز رو به هر کسی قلب تو وجودت رو دادی امشب خدا میخواد که قلب و وجودت رو به خودش بدی چون باباته مم. بابایی که دلسوزته بابایی که توی سختی ها هم کنارت بوده در کلام خدا میگه که اشکای تو رو جمع کرده یه ظرف زیر اشکات گذاشته اونجایی که فکر کردی کسی دور برد نبود حتی اونا رو جمع کرده توی ظرفی و از همه درداد با خبره اون دکتریه که میتونه شفا بده اون دکتریه که قلب شکسته رو میتونه به هم برگردونه امشب میخوام از خواهرام دعا کنم که میگم درخواست کنم که براتون دعا بکنن و اون قلب های شکستتون رو Mm -hmm. yes. Would you pray for them? Yes. yes. Father, um, I just thank you so much that we have these um, wonderful children of God listening right now, those you brought to the television to hear this special message. Mm -hmm. Father God, help them. Know the value that they have in your eyes. Help them to understand that they are so valued by you and loved by you that they would want to live their lives according to the way that you want them to live because you love them so much. <laughs> و هیچ کسی نیست روی این زمین که بی باشه و که همه رو دوست داری و آشقانه اونها رو دوست داری و برای اونها بها دادی دعا کن خداوند، آ. دعا میکنم که امشب عزیزان بفهمن و بدونن محبت تو رو لمس بکنن پدر آسمانی و با عشق تو آشنا بشن خداوند uh, yes. خداونده دعا میکنم که هر چشم رو به حقیقت خودت باز بکنی I pray that they will understand they don't have to walk in darkness. Mm -hmm. And that they don't have to walk in bondage anymore. Yes. Yes. I pray that they will walk in your light and mm -hmm. in your truth and understand. the freedom they can have in Jesus. دعا میکنم yes. که در نور و حقیقت تو قدم بزنن و بدونن اون آزادی رو که در مسیح میتونن داشته باشن. Lord, thank you for giving us second chances. Yes. شکرت میکنم mm -hmm. که به ما فرصت های دوباره رو میدی خدا منت. For taking away our shame. شکر میکنم که شرم ما رو به هر میداری پدر. For making us new and right mm -hmm. before you. Mm -hmm. که ما رو در حضور خودت خداوند و دوباره تازه میسازی

Thank که به ما زندگی تازه و زندگی ابدی رو داریم We pray in Jesus name. در نام مسیح دعا می‌کنیم. آمین. آمین. خدا رو شکر. همچین خدایی هستش که عاشقانه شما رو دوست داره. خیلی هم دوستتون داره و بدون که برات نقشه‌های عالی داره. خیلی ها فکر میکنیم که حالا اگه با مسیح آشنا بشیم زندگیمون خسته کننده میشه میخوام به یه خبر خوش بهتون بدم عزیزان با <تصفح> <تصفح> یه گروه جوانان اومدن اینجا حدود 7 نفر هستن و برنامه رو داریم ضبط میکنیم و بعضی از برنامه‌ها هم <تصفح> شاید تا الان دیده باشین میخوام بهتون بگم که زندگی شما نه تنها خسته کننده نمیشه بلکه خدا حالا بهت یک هدف عالی میده که برای اون هدف دهید yes. که من دیدم تو گروه شما yes. از بچه های خودتون از اون هایی که داریم باشون کار میکنید mm -hmm. چقدر قشنگ با هم دیگه مثل یک خانواده اتحاد پر از متحد هستن با هم دیگه yes. و دارن با همدیگه زندگی میکنن و لذت میبرن خدا همین رو برای تو میخواد <laughs> همین رو برای شما میخواد yes. و همینو میخواد حتی تو باعث بشه که اون بچههایی که دوربر هستن الان که شاید خیلی درد دارن تو باعث بشی که امید رو تو زندگی هاشون بیاری از خود تو شروع خواهد کرد خداوند yes. امشب گرفتی حالا دیگه هدفدار هستی حالا بعد دعا کنی برای اونها تازه کار شروع میشه تازه بهت بگم و زندگیت هی پر و پر معنی‌تر خواهد شد بیا امشب به این خانواده چی میگم خوش آمد بهت میگم و خیلی دوستت داریم خدا هم خیلی دوستت داره yes. و میخوام از شما تشکر کنم که این وقت گذاشتین اومدین اینجا الان قرار بریم یه دونه سرود پرستشی ببینیم بعد برمیگردیم با همسر شما مم. که کشیش همین کلیسا هستن و با دخترشون نیم ساعت آینده برنامه‌ام با شما خواهیم بود و بدونید که خداوند برای تک تک شما عزیزان نقشه های عالی داره و خیلی از شما تشکر می‌کنم میخوام ازتون اینجا خوا... قول بگیرم که جوانای ایران رو تو دعاهاتون نگه دارید yes. این برای ما میکنی میدونم خیلی دوستشون دارید و می‌خوام چون که خدا این قلب رو به شما داده و میدونم که خداوند یه قلب حساس داده برای اون خانم جوان جوون و میخوام از شما خواهش کنم که این کارو میکنید و میدونم که میکنید پس بدونید که یه گروه بسیار عزیزم این ور دنیا برای شما در دعا هستن اینم از دوباره از فیض و محبت خداست مرسی از اینکه با ما بودین خیلی از شما تشکر میکنم امیدوارم دوباره ببینیمتون خب. اگر آمون پس بریم سرودو ببینیم و برمیگردیم خب برگشتیم دوباره این بار با یک پدر و یک دختر بسیار عزیز و مهربان و در خدمت شما هستیم با کشیش فیل و دختر عزیزشون در خدمت شما عزیزان هستیم میخوام خودتون رو معرفی کنید اول بعد راجع موضوع ادامه برنامه امشب صحبت خواهیم کرد well, it's so good to be here. Thank you very much. I am Phil. I am a pastor in Texas here, and this is my daughter Lydia. های لیدیا <laughs> خب من،, من فیل هستم و دخترم لیدیا اینجا هستن دلیلی هم که گفتم های لیدیا چون یه داستان داره تو کلیسای عزیزان یه چیزی به وجود اومده یه چی میگن یه تردیشن به قول معروف <laughs> به وجود اومده که همه به همدیگه میگن سلام میگه های اسمش رو تکرار میکنن میگن های سلام مثلا لیدیا خاطر منم اینو گفتم <laughs> خب <Hello. laughs> میخوای خودت هم شما معرفی کنی Oh, hi. Uh, my name is Lydia, and this is my dad. And uh, <laughs> <laughs> yeah. as chan kelas chandomi? Oh, I'm 17, and I'm a senior in high school. Hivda salame va sal akhare davirstan hastam. خب امشب میخوایم کشیش فیل عزیز میخوایم راجع به رابطه ها صحبت کنیم رابطه های بین پدر و دختر و برعکس رابطه بچه ها با پدر و مادر این, این وسط انگار یه جورایی خیلی سخت هستش من نگاه که میکنم به زندگی ها این رابطه رو برقرار کردن و نگه داشتن توی تمام فصلهای زندگی خیلی سخته ولی من شما که نگاه میکنم توی این دو روز این صمیمیت و این رابطه رو که میبینم خیلی لذت میبرم ولی مطمئنم به آسونی هم به دست نیومده و خیلی دعا شده روش خیلی کار شده کلیدهای های موفقیت رو میخوام بر بگین و اون جاهایی که خب مشکلات بوده و شما تونستین اونها رو قلبه بکنید و پیروز بیان ازش بیرون thing I want to say is that, uh, Parenting isn't easy. Uh, it's going to be hard. It doesn't matter whether you have a, a really good child or whether you have ch children that may be a struggle. It's going to be difficult. <laughs> and it's difficult for parents. It's difficult for children today too because of the differences in culture. Culture is changing so quickly. that, you know, when I was a child, it was totally different world than it is today. خیلی سخت هستش به خاطر این دلیل اینکه که فرهنگ ها خیلی به شرعت داره عوض میشه و خیلی سریح همه چیز داره هر سال در واقع میشه گفت عوض میشه وقتی من بچه بودم خیلی فرق میکنه با این که الان دختر من تو این سن هستش so one of the things that I, I want to start with is just to say for both Lydia and for me I think both of us would understand that there is a spiritual aspect to having a good family. It isn't just that you try hard or, or do certain things. There has to be a spiritual element. و هم من و هم دخترم لیدیا این رو میدونیم که برای زندگی خوب داشتن یک در واقع قسمت روحانیش و اون قسمت اصلیش هم که روحانی هستش هم باید در نظر بگیریم چون که زندگی فقط به این نیست که حالا سعی کنیم رابطه رو بسازیم بلکه به اون قسمت روحانیش باید توجه بشه So, in a few minutes, we can talk about uh, a child who uh, doesn't uh, know Jesus with parents who do, or children who know Jesus and parents who don't. But the first thing that Lydia and I can share about is how us knowing Jesus has been a very important part. تا دقیقه دیگه راجع به این صحبت خواهیم کرد که چه تأثیری خواهد گذاشت وقتی حالا یا پدر مادر یا فرزندا یک کدوم یکی از این دو طرف مسیر رو نمیشناسن یا برعکس یه نفر میشناسه اون یکی نمیشناسه چه تأثیراتی خواهد داشت ولی حالا میخوایم براتون مثال بزنیم که ما دو تایی که هر دو مسیر رو میشناسیم چطور این کار کرده و چه تأثیر داشته is really important. You want to think about what you're going to do from the time your children are very young. You don't want to wait until they're teenagers to think about this. برای پدر مادر اگه بخوام صحبت بکنیم اینه که باید از همون زمانی که بچه ها کوچک هستن و از همون اوایل باید به این فکر کنین که چطور میخوان تو این مسیر برین جلو نه اینکه حالا وایسین وقتی بزرگتر شدن بعدا به فکر بیافتین. so one of the things that that we have done we get together with our family our children uh we we try to get together at night and have a time where we can read the bible or read together sing some songs and pray it unites us and it builds a foundation کاری که ما انجام میدیم به عنوان یه خانواده مسیحین هستش که هر شب جمع میشیم دور هم دیگه با هم دیگه سرود میخونیم و با هم دیگه دعا میکنیم این باعث میشه که زیربنای خانواده قوی بشه و ما رو با هم دیگه متحد بکنه And You might want to share something, you know, just something that you've experienced growing up. Oh, oh uh, definitely. Um, I just remember from a very young age we would have family devotions, and my dad would call up the stairs and he'd be like, "Kids, come downstairs. It's time for devotions." and <laughs>

And uh, also, we would uh, chapter by chapter go through the Bible. And we started in Genesis. And we're still in the Old Testament, but we're working our way through. <laughs> you know, I, I think that one of the things uh, I want to interject is just that there is never a convenient time for devotion. Just remember that. You're not going to all of a sudden find that, wow, we have time and we all want to get together. Because Satan is our enemy. He does not want us to do that. So he will distract us with anything he can. But I just, uh, I would encourage parents, parents out there, I just want to encourage you if you know Jesus, if you have trusted in Jesus, then this is something. Just to lay before the Lord and say, Lord, help us to be able to communicate your love to our children. Now, there are other things that we have done. Uh, I'm thinking uh, uh, Lydia may want to share some of these too, but uh, we do different things to try to. to get our children uh, to be united as a family, to build relationships. Uh, and I don't know whether you want to share, you might need to یه چیزی دیگه هم کاره دیگه هم هستش که ما انجام میدیم که باعث میشه خانواده به همدیگه نزدیکتر نزدیک تر بشن و رو داشته باشن. و بعدش قبل از اینکه شیر در میون بذارین میخوام کیچش فیل از شما یک سوالی هم بکنم بعد از اینکه لیدیا در میون گذاشت جواب این سوال من رو بدیم. خیلی از پدر مادرها هستن که سالها با یه روش غلط با بچه ها کار کردن و زندگی کردن حالا شاید امشب تصمیم بگیرم با خودشون که بخوان این روش درست رو انجام بدن برای اون بچه اعتماد کردن که واقعا پدر مادر من حالا عوض شدن و این محبت از صمیم قلبشون خیلی سخته و خیلی وقتا نه باور میتونن بکنن و انقدر هم حساس شدن و انقدر زخمی شدن که چقدر باید پدر مادر امتحان بکنن تا بالاخره اون شفاعت

احتیاج نیست که پول زیادی خرج بکنیم تا بتونیم وقت عالی با خانوادهمون داشته باشیم خیلی قشنگ گفتین کشش فیل عزیز چون که وقتی ارزش ما اون پول میشه پدر مادر زمانی خوشحالن که تو جیبشون پر از پوله به خاطر همین اون زمانی که خوشحالی رو به خانواده منتقل میکنن ولی وقتی اینو بدونیم که ما وظیفه‌مون هستش به عنوان پدر و مادر اینه که ما همیشه باید اون عامل آرامش و شادی توی خونه باشیم دیگه مهم نیست حالا با پول یا بی پول همیشه یه راهی رو انتخاب میکنیم که اون رابطه کوالیتی yeah. تایم uh, اون زمان خوب رو با هم داشته باشیم well, جواب رو حالا میخوام بدم. Okay, And the struggles that there are. So, first of all, let's just talk about a parent to the children. I would say to the parents uh, that know the Lord if you know the Lord, then pray. Mm -hmm. God's Spirit will mm -hmm. guide you if you will ask Him to help you. I could uh, say, do these things or that, but you know, ask the Lord, He will help you. ترجمه بکنم اینو خیلی کوتاه پدر مادرها اگه مسیر رو می‌شناسین می‌خوام ازتون خواهش بکنم معلوم می‌تونم اینجا بیام بهتون بشونم بگم بهشونم بگم این کارو بکن اون کارو بکن ولی مهمترین و اصلی کار اینه که دعا بکنید Yeah, we have a big god and i think sometimes uh, many many religions in the world they create a god and he's very small he's angry mm. he's upset most of the time mm -hmm. and we have a big god who says i love you therefore ما خدای خیلی بزرگی داریم و خدای پر از محبتی داریم. خیلی مذهبا یه خدای تصویر از خدا دارن که خیلی عصبانی و خشبینه ولی ما خدایی رو داریم که پر از محبته و میخواد کمک کنه که خانواده رو به همدیگه بچسبونه. Now here's what will, happen. Satan will try to beat you up as a parent to make you think That you're no good and you can't do it. And here's the, here's the thing. Remember, there is no perfect parent. We, we go through this parenting process and just the time that we become qualified

و این بیاین بتون میخوام یه کلید در واقع مخفی بهتون بدم او پدر و مادر شما عیسی مسیح در آسمان هستش و پدر و مادر آسمانه که میخواد به شما این رو یاد بده که چطور پدر و مادر خوبی باشید Finally, Sam, this is important for children too. maybe I'm speaking right now to somebody who, say, is a 17 or 16 year old. for example, Lydia is 17. But if there's a 17 year old who has parents who don't know Jesus, know that you too can trust in God for your parents. Pray for them. شاید الان یه بچه 17-18 ساله یه دختر جوان یا پسر جوان 17-18 ساله هستی داری نگاه میکنی مثل دختر خودم لیدیا و شاید شما مسیر رو میشناسی ولی پدر مادر داری رو که مسیر رو نشناختن هنوز شما هم میتونی دعا بکنی و تأثیر گذار باشی که بچه پدر مادرت از مسیر یاد بگیرن آمین well, I, there are a lot of things to say about parenting, but i do think if we start with prayer, mm -hmm. and if there is a, a parent who believes in jesus, make prayer the center. if you're a child and you feel like you're trapped and that you can't get out, you're free in jesus All christ. Right. pray. Mm -hmm. pray for your parents. pray for those who may uh, be, you feel like you can't express your faith. pray for them. <laughs> جوونی هستی و فکر می‌کنی که اونجا دیگه گیر کردی و نمیتونی بیای بیرون و نمیتونی زندگی درستی داشته باشی می‌خوام بگم که دعا بکن و آخر دعا می‌کنی می‌تونی تاثیرگذار باشی و تغییر رو بیاری توی خونه و زندگیت و من فکر کنم جواب سالم رو خیلی خوب گرفتم و منو تحصیل کنید اگه اشتباه میگم ولی اون اینه که اگر پدر مادری هستی که خیلی سال اشتباه برخورد کردی با بچه ها و الان میخوای درستش بکنی و وقتی درست میکنی بچه ها عمل غلط نشون میدن واقعا دعا بکن قبل از اینکه حتی حرفی توی خونه بزنی برو اول در حضور خداوند تشریف ببرین در حضور خداوند حضور خداوند بسیار زیباست وقتی میرین اونجا در حضور خدا زانو میزنی از خدا میخوای که به شما حکمت بده وقتی حکمت میده میدونی چه موقع باید چه چی چیز رو بگین و چه موقع باید بشنوین خیلی مهمه خیلی وقتها خدا فقط میخواد ما از بچه هم بشنویم فقط میخواد که بشیم در کنارشون بشنویم که اونا چی میخوان بگن و بتونیم با محبتی که از خداوند گرفتیم اونها رو محبت کنیم و من دعای من اینه برای تک تک خانواده ها که در نگاه میکنیم و هر خانواده ایرانی که این محبت از شما شروع بشه از شخص شما شروع بشه و بین خانواده جاری بشه چقدر قشنگ میشه نه؟ Amen. Exactly. yeah i just uh, there again uh, there are many different things you could say about uh, how to raise a family i was just talking with a father uh, just a week ago who has a uh, children who are not following the lord and he knew that when that child of his was young very young he had not been a good father و او این به این حقیقت رو یعنی در واقع اعتراف کرده بود که وقتی بچهش خیلی کوچک بود، پدر خوبی برای اون نبود. او دلیلی که پدر خوبی نبود این بود که در اون سنی که بچهش جوان بود و خیلی کوچک بود، با مواد مخدر و مشروبات الکلی دست و پنجه نرم می‌کرد و مصرف بسیار زیادی داشت به خاطر همین پدر خوبی باشه اما الان دیگه برگشته بود و زندگیش رو به خدا سپرده بود wish I برای شما که الان شاید به خود دارین که من پدر و مادر بدی بودم ای کاش میتونستم برگردم و اون گذشته رو دوباره جبران کنم But God is big enough. In other words, what God does is He takes the ruins of what we may feel is hopeless and He will build something new that is wonderful. But again, it isn't going to be easy. You're not going to instantly find those change changes, but you can over time do that. that خداوند خدای بسیار بزرگیه میتونه از تمام زخم ها و دردها استفاده بکنه و اونها رو به پیروزی تبدیل بکنه اما میخوام بهتون بگم آسون نیست و یک شبه هم انجام نمیشه ولی بدونید که دل خدا اینه و برای شما انجام خواهد داد خب از لیدیا سال بپرسم <تصفح> لیدیا عزیز میدونم که هشت تا بچه داشتن هشت تا خواهر برادر داشتن هم یه جورایی خوبه هم یه جورایی شاید زیاد خوب نیست چون که آدم اون محبت رو که از پدر و مادر میخواد شاید همیشه نمیتونه بگیره چون که توجه باید به همه بکنن میدونم توی اون شرایط میخوام از تجربیاتت بشنوم از اینکه چطور تو توی اون شرایط محبت پدر و مادر رو تونستی بگیری و تو حتی تونستی محبتشون بکنی چون که آسون نیست هشت بچه رو بزرگ کردن خیلی کار سخت و, و خیلی کار مقدس تشکر میکنم از شما که اینقدر بچه خوبم به جامعه تحویل دادین ولی میخوام از تجربه خود بپرسم oh, well it's definitely been really hard um, I, I remember wanting to talk to my dad or my mom and they'd be busy with my older siblings because they'd be doing harder school work و اصلا آسون نبوده چون که mm -hmm. مثلا یادم زمانی بوده که من میخواستم با پدر مادر وقت بذارم ولی اونا داشتم به خواهر بزرگترم کمک میکردم توی کاره مهم مدرسه شون And uh, from a young age, grades became really important to me. I always wanted to do the best I could because I, I wanted you, Dad, to be proud of me always. Oh. <laughs> uh, but because my dad worked all the time, it, it was hard to see him or to talk to him or just to be able to tell him how I felt.

و این خیلی مهم هستش برای پدرمادرها که این رو حتما اعلام بکنن و به فرزنداشون این رو بگن که اونها این اعتماد رو داشته باشن که پدرمادر ونها را دوست داره یه چیزی رو من میخوام اینجا به شما بگم کشیش فیل عزیز خیلی وقتها پدرها مخصوصا فکر میکنن خب وقتی من تا زمانی که برای در واقع خانواده فراهم بکنم احتیاجات اونها رو احتیاجات مالی رو احتیاجاتی که <coughs> روزانه شون رو براشون فراهم بکنم محبت خودم رو نشون دادم دیگه احتیاج نیست حالا بگم دوستت دارم عاشقتم در آغوش بکشمش چرا اینقدر مهمه The, uh, a relationship of love is not a relationship based on do's and don'ts. رابطه محبت رابطه‌ای نیستش که بر اساس بکن و نکنها باشه. Let's start with God and his love for us. با رابطه خدا نسبت به انسان و محبتش به انسان رو شروع بکنیم. God's love for us is described in his word as unconditional, eternal, undeserved, and freely given. رابطه, و رابطه و عشق خدا برای ما اینجوری تعریف شده یعنی بدون قید و شرط ابدی Uh, so it was unconditional. unconditional it's undeserved. بدون اینکه حتی ما لیاقت شده باشیم به ما محبت it's کرد. عبد و yeah, برای عبدی هست. And so کلام خدا میگه که ما محبت میکنیم چون اول خدا ما رو محبت کرده. So for example, with a and a wife, برای مثال بین زن و شوهر. If a, if a husband is saying

in our lives we long for somebody to love us not because of what we do what we will do or can do we long for somebody to love us because of who we are در واقع هیچ انسانی وجود نداره که بخواد محبتی رو دریافت کنه به خاطر کاری که انجام داره بلکه میخواد به خاطر اون کسی که هست یه کسی محبتش کنه همون جوری که هست دوستش داشته باشن and then i'll just say something here about with children because no two children are the same you want to be careful not to give a standard for love or approval that might fit for one child but not for another. به خاطر اینکه هر بچه‌ای با همدیگه فرق می‌کنه شما باید حواستون باشه که چطور با فرزندهای مختلفتون چطور برخورد می‌کنید. شاید یه چیزی رو که این بچه دوست داشته باشه اون یکی شاید از این راه محبت شما رو درک نکنه و دوست نداشته باشه. پس باید بدونین و حساس باشین که چطور با هر کدوم رفتار بکنید. And, and the way you do this is by letting your children know that just as you accept God's love for you even though you didn't deserve it you also love them even though they may not always deserve it و همونطوری که خدا شما رو دوست داره با اینکه شاید خیلی و صد درصد لیاقتشون نداریم شما باید همین محبت رو بچه ها بدین با اینکه شاید خیلی وقتا اونها نه لیاقتشو دارن و اینکه نه حتی اون لحظه باید محبتشون بکنیم And then I, I, have to say this again, uh, Sam, uh, just a word to, to those of you who are younger. Maybe you're in your late teens or your 20s. Can I just say something to them? Hatman, خواهش میکنم. با شما میخوام صحبت بکنم شما که جوان هستین شاید توی 20 و 20 سالگیتون هستین. Because it can be easy for you to be angry uh, and upset, to reject your parents their ways are old They're, they are not, not doing things the way that i want them to but notice how this works you as a young person you receive god's love for you and you say thank you lord for loving me محبت رو از خداوند دریافت میکنی و شکرگزاری میکنی به خاطر محبتی که به تو داده. Now, in my own strength, I can't love my parents. I don't know what I would do. در قدرت خودم من اصلا نمیتونم پدر مادرم رو محبت کنم نمیدونم چیکار باید بکنم but because god's love is in me now i can love others as he has loved me ولی چون محبت خدا در من هستش حالا من میتونم دیگران رو محبت کنم همونجور که او من رو محبت کنه و درون من وجود داره این هر جای دنیا که هستی فرقی نمیکنه این قوانین نمی کار قوانی میکنه برای با تک تک شماست و کشش از تو دو دقیقه آخری که داریم اول از همه میخوام تشکر کنم okay. چون اینو من باید به شما اینو باید بگم به شما عزیزان من حدود یک ماه یک ماه پیش بود فکر می کنم با کشیش فیل شدم سه هفته پیش بود تلفنی صحبت کردم و ایشون گفتن من میخوام این گروه رو جمع بکنم تمام جوانای کلیسا رو جمع کردن با رهبراشون صحبت کردن و ماشین گرفتن و این قدم رو برداشتن چون شما رو دوست دارم و میخوام از شما تشکر کنم از طرف ایران و ایرانی به خاطر این کاری که انجام دادین و چقدر ما رو و ایزان رو برکت دادی خدا رو شکر میکنم برای قلبتون و میخوام در این یک دقیقه که مونده با این دلی که خداوند در قلبشون گذاشته واسه پدر مادر ایرانی دعا کنیم که عزیزانی که الان خواستن گفتن منم میخوام اینجوری باشم لطفا براشون دعا کن Almighty God خدای عزیز loving heavenly father پدر پر محبت آسمانی thank you for our brothers and sisters in Jesus مرسی برای پدر مادر برادر و خواهر عزیزمون all of those who are listening right now تمام کسایی که الان دارن گوش میدن و نگاه میکنن Thank you for loving them with an everlasting love. مرسی که اونها رو محبت بدون قید و شرط و ابدی براشون داری. Oh Lord, you have freed us from all of us. You freed us all from the the prison of sin that we were in. شکرت می‌کنیم که ما رو از اون زندان گناه آزاد ساختی. And as I think right now, no matter where a parent or a child is, I pray that that love will sweep over them and fill them as they recognize your great love for them. I pray that you will give wisdom to fathers and mothers. I pray that you will give them patience and endurance as they seek to lead and guide their children. دعا میکنم که به اونها صبر uh, و استقامت بدی همونجوری دارن سعی میکنن تا فرزندهای خودشون رو هدایت بکنن then, Lord, we pray we love what you are doing in iran and we pray for the young people of iran too خداوند شکرت میکنیم و تشکر میکنیم واقعا به خاطر کار عظیمی که داری در ایران انجام میدی و دعا میکنیم برای جوانان ایران به نام مسیح their hearts قلب های اونها رو خداوند را محکم بساز و قوت تازه به اونها بده we thank you for their love for you. و شکرت میکنیم برای عشق آنها به تو برای اونها دعا میکنیم و درخواست میکنیم که اونها رو برکت بدی we ask this in Jesus name. به نام عیسی مسیح آمین خدا رو شکر میکنم برای شما مرسی از شما تشکر میکنم که تا این لحظه با ما بودین هفته آینده در خدمت شما خواهیم بود تو طول هفتم که براموها رو میدونین همراه ما باشین خانواده هفت دوستتون داریم